یه بازی انتخاب کردم، بازی بین سالیوان و جیمی وایت برای کیه مسترز 2005. به به، چه بکش بکشی میتونه باشه. بریم با هم دیگه این ویدیو جذاب رو با هم نگاه بکنیم. The left-handed player who breaks off is not Jimmy White. سال 2005، یادش بخیر. این اسکورای این زیر مثلا واقعا ما رو یاد جوانی میندازه. اما بریم 11 فریم بین سالیوان و جیمی وایت بین 2005، الان 2023 ایم، میکنه چقدر؟ میکنه یه 15 سال، 18 سال پیشه بچه این بازی. و قاعدتا من چهره جیمی وایت رو ببینم بهت میگم لول قصه کجاست، که بکش بکش جیمی وایت باید باشه، چون 18 سال پیش جیمی وایت خیلی خوب بوده، سالیوان هم که تو اوج مقام آوردناش بوده. بزنم من چهره جیمی وایت رو ببینم کار جمعه. 11 فریم، هر کس 6 فریم ببره برنده بازی میشه. کاری ندارم، سالیوان هم واقعا شبیه دیوید بکام بوده هر دفعه یه مدل. ببین آخرای بازی جیمی وایته، این چی میگن، تمون تدیگشه یه جورایی، بکنم دیگه مثلا اینجا ها رفته دیگه تو پیش کسوتان احتمال 99%. جوونی های جیمی وایت بد وحشی بوده اصلا. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید. اوکی، بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. بچه من دارم درست میگم یا دارم اشتباه میکنم؟ این نیمه نهایی مسترز 2005، این همونی نیست که فینال سالیوان با پل هانتر بود که گذاشتیم؟ درست میگم؟ اگر در جریانید برام کامنت بذارید که درست میگم یا که نه. نه ببین اصلا اون میخواستم بگم نمیفته. چرا افتاد؟ توپ وقتی از باند فاصله میگیره نباید بیفته. حالا افتاد دیگه، بریم ببینیم که چون موقع ما این بازی ها رو میدیدیم، میخواستیم این رومیز اجرا بکنیم. چه انگیزه ای، چه عشقی. من خیلی جالبه که حتی اونایی که بیلیاردی هم نیستن، بیلیارد باز و اسنوکر بازم نیستن، سالیوانو میشناسن. این خیلی برام چیز عجیبیه. اوکی، تو نوبت اول 62 امتیاز رو کسب میکنه. میز جذابی نیست برای کلریانس، اما ببینیم که سالیوان این کار انجام میده یا که نه. بچه بی نهایت لایک و کامنت و سابسکرایب های شما روی پیشرفت کانال تاثیر میذاره. اگر که دوست داشتین این کار انجام بدید. الان که سه تا کانال زدیم، بیلیارد شو، اسنوکر شو، پی او وی اسنوکر، یه دونه دیگه هم گوشه ذهنم اگر وقت اجازه بده یاری بکنه میخوام اون رو اندازی بکنم. اون خیلی جالبه، اون از این چیز عجیب قریبیه. مربوط به در این حد بدونی مربوط به یه گیم میشه. اوکی، همینجا توی فریم اول کار تموم میشه. با هم دیگه بریم به سراغ فریم دوم ببینیم که چه اتفاقاتی توی این بازی رقم میخوره. چه قابل توجهتون باشه ها، این که من میگم تعدیگه جیمی وایت و فلان و بیسان و این حرفا، با همین تعدیگ و این داستان ها ایشون نیمه نهایی اومده ها. یعنی اگه سالیوان رو رد بکنه میره برای فینال مسترزا. گوش ذهنتون باشه، یعنی شیر جنازش هم شیره. این داستان جیمی وایت الان که دیدین قهرمان جهان شد، قهرمان جهان پیشکسوتان شد،
خودش کلیه. ویدیوشو گذاشتم حتما برید نگاه بکنید. اوکی سالیوان دوباره شروع میکنه برای بریک زدن، تا اینجا 20 امتیاز کسب میکنه. یادش بخیر میزای رایلی. بچه‌ها یه چیز بگم گوشه ذهنتون باشه، میزهایی که توی مسابقات جهانی هستن صرفا اولا که عالی هن، حالا کاری به این ندارم، ولی کلا فکر نکنی این بهتره اون بدتره. اسپانسر کی شده، پول کی داده، گرفتی مطلبو؟ حالا شما فعلا برو یه دونه چیز بزن، میز بزن، مثلا چه نام بزن، ستارگان دریا مثال، اسم یه شرکت نباشه ستارگان دریا. هزینه مسابقات هم بده، میز شما میشه بهترین میز دنیا، همه هم میان رو هم میز بازی میکنن و به به و چهچه هم میکنن. اوکی تا اینجا 68 امتیاز، شب بخیر. فریم دوم رو هم سالیوان از جیمی وایت میبره. بحث برد و باخت نیست، بحث این خواهی اینه که میخواهی بینیم که چه ضرباتی رد و عدل میشه. بعد برم به فریم بعدی. بله میریم به سراغ فریم سوم. مسابقه روونی رو براتون انتخاب کردم با هم دیگه نگاه بکنیم. نه لانگ شاتی که جیمی وایت میزنه هیچ اتفاقی رقم نمیزنه. دوباره سالیوان لانگ شات میزنه، میره برای توپ بعدی. بعید میدونم توپی بگیره با این پاوری که زده، دقیقا همینه. و اینجا سعی میکنه که جیمی وایت رو اسنوکر بکنه. خب ببینیم جیمی وایت چی کار میکنه در ادامه راه. میگم نیمه نهایی ها، نیمه نهایی یعنی طرف خوب بازی کرد تا نیمه نهایی اومده. خیلی ها آرزوشون رو توی مسترز تا نیمه نهایی بیان. Something must pop. The ones next to the pink will go in. It's been all Ronnie. And funny enough, John. Ooh. Played the deep screw off one cushion. Chef Aziri. Nah, Umad. Push his voice on that radish guy. Is it that thin? Well played, but it was too thin, and that cue ball's coming back, and I think the red in the middle of the table. خب دوباره سالیوان توپ میفته دستش. He obviously didn't fancy the black. So. Yeah, without the red bit into the ring, a kiss. Bravo. بچه ویدیوش با چیزم در اومد، سالیوان با هنری، منتظر اون ویدیو هم باشید، براتون حتما میذارم. میگم بچه من بی نهایت برای ادامه این راه نیاز به انگیزه دارم. انگیزم فقط لایک و کامنت و سابسکرایب های شما هستش. ما خیلی زود شدیم 12,000 نفر، باز هم نیازه برای ادامه این مسیر. فکر نکنین حالا بقیه لایک میکنن شما لایک نکنین، اوکیه. این کار انجام بدیم که خود یوتیوب کانال بیلیارد شو، اسنوکر شو رو به بقیه هم پیشنهاد بده که تماشا بکنن و انگیزه ای بشه برای ادامه مسیر. سالیمون سه نوبت رسیده دستش، دوتا توپ رو بسته است، باز میکنه اولی رو. این دوتا توپ هم بازه، ببینیم پلنش چیه. اجازه نفس کشیدن به جیمی وایت نداده تا الان. به شدت هم رابطه خوبی با هم دیگه دارن، عجیب. اوکی
فریم سوم رو هم سالیوان میبره، منتظر یه ضربه خاص، یه کار خاص از سالیوان هستم، ببینم که چی کار میکنه. بچه اینجا از اچ 4 استفاده میکنه، میبینی کیو بالش خطی میاد پشت صورتی، اینجا اف زیر قطعا که بکشه به کشن بخوره بیاد پشت. بابا باری کلا باری کلا، خیلی سریع و مجلسی داره کارهای اداری جیمی وایت رو انجام میده. آیا به هیچ میبره؟ یعنی جیمی وایت یه فریم هم نمیتونه بگیره از سالیوان؟ باید بشینیم و نگاه بکنیم ببینیم که جدال این دوتا بازیکن چی میشه. بچه ببین الان مثلا میگه خب این که این توپا رو داشت، اون توپا هم داشت، چرا نزد؟ بازیکن فکر کرد که این کار انجام بده براش بهتره. چیز عجیب و غریبی نیست، مهم توپ ندادنه. اصلا مهم نیست شما چی کار میکنی چی کار نمیکنی، دکی مهم توپ ندادنه. قانونش هم به شما گفتم بچه، همزمان توپتون چه پاکت بیلیارد چه اسمون که به توپ هدف بخوره و توپ کناریش خطاه. بچه انشالله میخوام یه دونه داورم بیارم، داور خفنم براتون بیارم، کلی از قوانینی که از این قوانین خیلی خفن و استثنایی و دورش با هم صحبت بکنیم. خیلی خیلی داستان داریم. چه ضربه خوبی میزنه جیمی وای، چه لانگ شاتی چه لانگ شاتی. آیا موتورش روشن میشه جیمی واید یا که نه؟ بازی بازی ذهنه. استایل ضربه زدن جیمی واید رو دقت بکنیم. بهترین چپ دستای تاریخ. اصلا کلن استایل چپ دستا فرق میکنن. ترامپ، رابرتسون، جیمی وایت، میگم جیمی وایت، حالا خود جیمی وایت که هستش، ویلیامز، آلن، اینه که حالا چپ دست هایی که من تو ذهنم چیزم. بچه چپ دسته لیزوفسکی، حتی لیزوفسکی الان جز چیز نیست، بازیکن خوبیه، بازیکن تاریخی نه زیاده براش بخواییم بگیم بازیکن تاریخی. اینایی که بینیم میگم به شما میگم تاریخی، از موهای سرمون چیز دارن، کاپ و مقام و رنکینگ عجیب و غریب دارن. اوکی بچه ها ببینیم همون جیمی وایتی که حالا معروف میگیم تدیگ داستانه، ببین داره میزنه پابده میزنه باریکلا. اینو میخواست چیکار کنه، میخواست رو خواب مابوت میز بزنه، نشد. اوکی بریم به سراغ فریم پنجم، بازی بین سالیوان و جیمی وایت، مسترز 2005. حسه داره جالب میشه، حسه داره جالب میشه. قول معروف موتور جیمی وایت روشن شد. نه 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 میسی میشه نمیافته. بچه ها من کانال اسنوکر شومون کپی رایت و این داستان ها بخوره و استراک و این داستان ها بخوره، شبیه اون فیلم محسن نامجو هست دیگه، من دیگه حال ادامه دادن ندارم، دقیقا همون شکلی میشم. حالا انشالله که دیگه داریم همه چی رو رعایت میکنیم، انشالله که کپی رایت نمیخوریم دیگه، اونم اشتباه من بوده. خستگیش هم به تنمون موند ولی با حمایت شما که زود برگشتیم. دمتونم گرم.
ولی بریم ببینیم که ادامه این مسیر چی میشه. سی امتیاز بیشتر نتونسته جیمی وایت کسب بکنه. نه زیاد چیز خاصی نیست ولی اینجا یه توپ خوشگل یه موقعیت خوب و داد به سالیوان دو دستی. همین توپ دقیقا مد نظر منم بود. نه دیگه ببین با سالیوان یه همچین توپ میزی رو دادن دیگه خیلی فوله. من نمیدونم آخه اون توپی که تو رفتی واسه پات کردن 10% هم نبود، چطوری رفتی واسه پات کردن؟ آخه خیلی مهمه بچه ها اینکه شما درصدها رو درک بکنی. حالا نمیخوام بگم جیمی وایت درک نمی کنه، اوکی من میگم چه فکری کردی که اون کار انجام دادی. اینکه درصد اینکه یه توپ پات میشه رو باید به صورت عام در نظر بگیری، یا که آقا مثلا این توپ، مثلا این توپ مثلا یعنی آبی که زده توپ مثلا بالای 95% میافته. مثال دارم به شما میگم دیگه، این توپ رو هر کنون خواستی هم به شما میگم، این توپ میبینی 99% توپ فول بال. اوکی اون توپی که اون زد 10% هم به زور بود که توپ دو دستی داد به سالیوان. دکی دکی چه داستانی شد، فکر نکنم داشته باشدش. او چه سمی داره میشه این ور. بله بچه صحنه اگر توی ویدیو ندیدید بدونید که توی ویدیو اصلیت نبوده ها. به 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 جیمی وای، نه 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 نه، یه الهی به امید توی توی ضربش بود ولی نشد دیگه. جالبه میزه یکی دو بارم توپ ازش فاصله میگیره باز میفته. 74 سی 44 تاست و 27 هم بیشتر رو میز نیست و این فریم رو هم سالیوان میبره. فعلا نتیجه 4-1. بازم افه همونه، بازم اچه 4. ببینیم با یه باند، دو باند، سه باند، با 4 باند میاد پشت مشکی و نمیزن. خیلی سخته، خیلی انصافا سخته. قبول کنین که اون توپ سخته بچه نظر، انتقاد، پیشنهاد. من چه چیزی به شما بگم دیگه فرقی نمی کنه ها، چه انگلیسی بنویسین چه فارسی، فقط کامنت بذارین هیچ فرقی نمی کنه. ترجیحاً که انگلیسی بذارید ولی فارسی هم گذاشتیم هیچ مسئله مشکلی نه. بریم به سراغ با فریم شیشم. جیمی وایت توپو میزنه، ببینیم که آیا پلنی داره برای کامبک. اینجا یه کانون، نه در نمیاد. چیزی حالا دوستانه به شما میگم، اصلا در هر رنج سنی که هستین یه ورزش رو انجام بدید. حالا بیلیارد دوست دارید، بیلیارد، اسنوکه، اسنوکه. مثلا من الان دارم میرم دنبال این که دارتو حرفه‌ای بازی میکردم ولی نه اینکه اصلا بخواد تو تیمی باشم و فلان و بیسان و این حرفا. الان تصمیم گرفتم دارت رو شروع بکنم، چرا که نه. خیلی مهمه که توی ورزش رو ادامه بدین. ورزش هم دارم به شما، ما داریم بیلیارد و دارت و فلان و بیسان. ورزش این سبکی سن و سال دیگه نداره، میگیری چی بهت میگم، ولی اون روحیه خوب، اون روحیه جنگندگی رو توت زنده نگه میداره. باری کلا یه لانگ شات خیلی خوب میره پشت مشکی. بچه اسم بازیکنهایی هم که میخوایم بازیاشون نقد و بررسی بشه حتما برام بنویسین، با ادیتورها داریم هماهنگ میکنیم که بازیاشون رو نه نمیافته. این به نظر افتاد، چرا زاویهش بد بود. داریم این کارا رو انجام میدیم که از بازیکنهای دیگه هم ویدیو بذاریم براتون. میخواییم بستگی داره که چقدر مخاطب داشته باشم.
مثلا رابرتسون رو خیلی شوکه شدم این همه کامنت اومد براش. اوکی نه 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 این فریم رو هم سالیوان از جیمی وایت میگیره بعد مستقیم بره فینال. احتمال میگم 99% همون بازی که میخوره به پول هانتر فکر میکنم. چپ و راست داره میزنه، میز میز سختی نیست. ولی اول میره سراغ اون توپی که زاویش جذاب نیست، اول اونو میزنه، میاد پشت صورتی که با یه افزی را خیلی نرم و نازک بیاد پشت قرمز بعدی. چقدر پاور دست دقیق باشه که توپو دقیق نگه داری. بریکش 81ه، این 84، این 88. این 93 درسته. یه دونه مشکم بزنه زد. این هم یه بریک سنتری خوشگل و مجلسی. 5-1. تنها یک فریم دیگه سالیوان اگر جیمی وایت بزرگ رو ببره میره به فینال مسترز 2025. نه اینجا جیمی وایت نمیتونه توپو پات بکنه. کیوال دقیقا زیر بان نگر میداره. نه گیر کرد، گیر کرد. ببینیم جیمی وایت چی کار میکنه. میزنه، آله میزنه. ببین مثلا الان این آبی که زد آبی تقریبا میتونم بگم 70%ه. این خیلی بچه درس مهمیه ها که شما متوجه بشین که یه توپ چند درصد احتمال افتادنش هست. اونطوری با آگاهی بیشتر و بهتری میرین پشت توپ برای پات کردن. خیلی از بازیکن‌ها یه توپایی رو میرن برای پات کردن، من همیشه هم گفتم چه فکری میکنی به چه پشوانه ای تو اونو پات میکنی. و همین هم باعث میشه به بازی دیگه. الان جیمی وایتش هم همین اشتباهو کرد و باخت. 22. Okay, دوباره یه موقعیت خیلی خوب داد به سالیوان. خب تو میز میز سختیه. ببینیم چی کار میکن. تو میاد این دهنت الان کلمه هم تموم نشه، حرف تو دهنمه. ننداختش. خب ببینیم ببینیم نوبت جیمی وایت میشه. اختلافی هم ندارن. نه بلند شو کارشو تموم کن، بلند شو کار جیمی وایت رو تموم کن و شب بخیر رو بهش بگو. مشکی رو میزنه، میره سراغ قرمز. این از مشکی دنبال اون قرمز هم بینم اون قرمزه رو چطوری پات میکنه. عاشق این داستانم، این خیلی دوست دارم ببینم توپ سخت چه اتفاقی براش میفته. و چقدر دقیق، چقدر دقیق توپ دو رو، توپ زرد رو ببخشید میزنه، سبز رو هم میزنه، قهوه ای رو نمیزنه.
خب رفقا اینم بود از مسترز 2005 نیمه نهایی بین سالیوان و جیمی وایت. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، بفرستین برای دوستای بیلیارد باز و سنوکر بازتون. دوستتون دارم تا یه ویدیوی دیگه. خیلی مخلصیم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت کنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسنوکر، شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسنوکر. لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.